زندگی در کابوس، کودکان عراقی که روح و روانشون هنوز از چنبره داعش خلاص نشده. بازیگر چهار راه حوادث آرام گرفت. لیدا قهرمانی هم بازی ناصر ملک مطیعی و فردین درگذشت. و کندوکاو در اعماق تمدنی 5500 ساله. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. جنگ با داعش زندگی بسیاری از کودکان عراقی را زیر و رو کرده. سازمان ملل میگوید نزدیک به 1.5 میلیون کودک در عراق هنوز آوارند و صدها کودک که بیشترشان ایزدی هستند هنوز در دست داعش ماندند. بچه هایی هم که نجات پیدا کردند با مشکلات روحی بسیاری دست به گریبانند. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد با کودکانی دیدار کرده که به تازگی از مناطق تحت کنترل داعش به جمع خانوادهشان برگشتند. اما بعضی از آنها نه با خانوادهشان احساس نزدیکی می کنند و نه حتی زبان مادریشان را بلدند. تو سوریه با خواهرم پیش یه داعشی بودن. یعنی خواهرم شده بود زن دوم اون داعشیه. اونم اینا رو برده بود خونه پدر زن اولش و خودش رفته بود جبهه. خدا رو شکر بابای پدرزنش مرد خوبی بود و زنگ زد به من و گفت خواهر و برادرت پیش ما هستن، آزادشون میکنیم ولی نمیتونیم بیاریمشون. اگه کسی رو میشناسی بیاد دنبالشون. برای همین به قاچاقچی پول دادیم. وقتی با قیدان تلفنی صحبت کردم میگفت بر نمیگردم پیشتون. بهش گفتم چرا؟ من برادرتم، دوستم نداری؟ گفت نه، من نمیام، اینجا بهتره برام، چون نماز میخونم و روزه میگیرم، اما اگه بیام اونجا شما کافرید و نمیذارید من این کار رو بکنم. منم بهش گفتم تو بیا هر کاری خواستی اینجا بکن، فقط بیا. قیدان 12 ساله تنها 8 سالش بود که به دست داعش افتاد. برادرش 4 ماه قبل 20,000 دلار به قاچاقچی‌ها داد تا او را از سوریه به عراق برگردانند. 4 سالی که پیششون بود مغزشو پر کردن از جنگ و این چیزا. بعضی شبا 2 ساعت فقط با خودش حرف میزنه، اسمشون رو صدا میکنه. مثلا یه شب دیدم داره میگه مواظب خودت باش، صدای شلیک میاد، مواظب باش گلوله نخوره بهت، یا میگه جنگ شد، یا چیزای عجیب دیگه. قبلا اصلا اینجوری نبود. 24 ساعت با هم بودیم، الان به زور با ما غذا میخوره و بشقابش رو میبره یه جای تنهایی میشینه میخوره. اینجا اردوگاه قادی است، در نزدیکی دوهوک. با آنکه ماه هاست صحبت از شکست داعش در عراق و سوریه بوده، هنوز صدها خانواده ایزدی مثل بیشتر ساکنان این اردوگاه بستگانی دارند که در دست این گروه اسیرند. بیشترشان زنان و کودکان. خیلی از آنها هم که برگشته اند هنوز از سایه سنگین آن روزها رها نشدند. مددکارانی مثل عدنان سعی می کنند کودکانی را که مدت ها دست داعش بوده اند دوباره با جامعه آشتی دهند. این کار اما خیلی آسان نیست. اونا فکر و ذهنشون فرق کرده، از اون زندگی به سختی رها میشن، یعنی ما رو قبول ندارن. افکار داعشی ها هنوز تو ذهنشونه و ما رو کافر میدونن، ولی ما سعی میکنیم با حوصله بهشون یاد بدیم که اینطور نیست. مثلا با موسیقی و نقاشی و اینا بهشون کمک میکنیم، اما وضعیت روحی و روانی این بچه‌ها خیلی آشفته است. کمک به اونا خیلی سخته. بعضیاشون اصلا راضی نمیشن برن مدرسه، بعضیا مادر و پدر واقعی خودشون رو قبول ندارن. ما هر روز با این وضعیت روبرو میشیم و این خیلی ناراحت کننده است. اما فقط این بچه ها نیستند که بعد از رهایی از داعش برای برقراری ارتباط با خانواده و محیط اطرافشان مشکل دارند. دلوان 3 ساله و زینه 2 ساله بودند که همراه مادر و 2 برادر دیگرشان هنگام فرار از سنجار دست داعش افتادند.
اینها همه با هم 8 ماه تلعفر بودند که اون موقع دست داعش بود. اما اونها را از هم جدا کردند. یکی رو بردن موسل و اون یکی ها رو بردن سوریه. یکیشون یه مدت ترکیه هم بوده. مدام از اینجا به اونجا جابجاشون کردند. دلوان را بعداً در محله‌ای در موسل پیدا کردند. اون یکی ها رو با پول پس گرفتیم و از سوریه آوردیم. اما از زن و 2 پسر دیگه هم هنوزم که هنوزه خبر نداریم. زینه ظاهراً در دست یک عضو داعش ترک زبان بوده و دلوان همه این 3 سال در خانه یکی از نیروهای داعش در موسل بزرگ شده. ما خونمون محله نور بود که ارتش خونمون رو زد. مغازه نزدیکمون رو هم بمباران کرد. یه روزم که رفته بودیم بازار و بازار پر از داعشی بود، اونجا رو بمباران کردن. اونها من رو با خودشون همه جا می بردن. تو خونمون پر داعشی بود. یکیشون منو میزد، اما من از داعش نمیترسم. خواهر و برادر چیزی از زبان مادریشان نمیدانند. ابراهیم عربی طیبه و خوشگم. برادر من عربی حرف میزنه و خواهرم ترکی و خیلی چیزا رو متوجه نمیشیم چی میگن. بابام حرفشون رو نمیفهمه و من دارم سعی میکنم بهشون کردی یاد بدم. پدر اما میگوید با اینکه از برگشتن فرزندانش خوشحال شده، از این وضعیت احساس درماندگی میکند. من خیلی ناراحتم. اینها گاهی من رو دیوونه میکنن. هر کدوم یه زبونی حرف میزنن. رفتارشون عجیبه و شبها درست نمیخوابن. یکیشون عربی حرف میزنه، اون یکی ترکی. من به سختی میفهمم چی میخوان. الان بعد از تقریبا 84 روز دلوان هنوز کردی نمیفهمه. روزهای اول که تحویلشون گرفته بودم حتی نمیتونستن به هم بگن که گرسنه‌ان. من الان صداش میکنم اما اون حتی نمیفهمه دارم صداش میکنم. این برای من پدر خیلی دردناکه. بچه هایی که در این گزارش دیدید تنها نمونه ای از هزاران کودک عراقی اند که زندگی در سیطره داعش را تجربه کرده اند، آواره شده اند و شاهد جنگ بوده اند. صحنه هایی که شاید مدت ها از ذهن و روح آنها پاک نشود. حتی اگر لحظاتی همه این سختی ها در جنب و جوش کودکی رنگ ببازند. نفیسه کوهنورد، BBC دهوک. بحران آب در ایران به جایی رسیده که ابعادی امنیتی یافته و شورای عالی امنیت ملی وارد ماجرا شده. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم از تشکیل شورای عالی آب خبر داده. شورایی که قرار است در درجه اول مسئله کمبود آب در 3 استان کرمان، اصفهان و یزد را بررسی کند. زمانی طراوت اصفهان که شریانی چون زاینده رود به قلب آن می‌ریخت زبان زد بود، ولی حالا مدتی است که این استان با افت شدید فشار آب و قطعی پی در پی مواجه شده، تا جایی که حرف از جیره‌بندی آب هم مطرح شده. مشکل هم فقط محدود به ایران نیست، بلکه منطقه درگیر بحران کم آبی است. کم آبی چقدر جدی است؟ پیامدهای اعتراضات مردمی در این زمینه چیست؟ جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. اینجا مسکن مهر فولاد شهره. همون جوری که میبینین آب قطعه. مسئولان اصفهان میگویند آب جیره بندی نشده و تنها فشار آب کم شده. برای این خانم خانه‌دار فرقی نمی کند. نه برای او، نه برای دیگر ساکنان فولاد شهر که روزهاست گرفتار بیابی هستند. الان ما 3 روزه که آب نداریم. ساکنان فولاد شهر بخشی از 5 میلیون جمعیت اصفهان هستند که چشم به رودخانه خشک زاینده رود دوختند. اینجا بلوارهای خونه است. مشکل کم آبی و بی آبی در شهرهای بزرگی مثل اصفهان خبرساز می شود. مثل همه جای دنیا، مصائب اقشار محروم و روستایی به ندرت رسانه‌ای می شود. مثل این ساکنان به سطوح آمده روستای سمسان از توابع قهطریجان امروز. فریاد آب آب زنگ خطر امنیتی دیگری است برای حکومت. به همین دلیل خیلی غافلگیر کننده نبود که شورای عالی امنیت ملی ایران وارد ماجرا شود. شورایی که قرار است تا ماه آینده با مسئولیت علی شمخانی دبیر شورا چاره اندیشی کند.
شمشیری دولبه برای مدیریت بحران آب. حالا صورت سنگم به ما پرت شد. برنامه های شورای عالی امنیت ملی چیست؟ مهار امنیتی مشکل؟ مثل این مورد تجمع کشاورزان اصفهان برای جلوگیری از انتقال آب به یزد؟ یا تدابیر پیشگیرانه؟ مثلا مدیریت نزدیک به 200 کارواش در شهر خشکی مثل یزد؟ یا آنگونه که باید برنامه های دراز مدت و ریشه‌ای مثل اصلاح و تغییر الگوهای کشاورزی و دامداری؟ یا جلوگیری جدیتر از حفر چاه‌های غیر مجاز؟ یا سرمایه گذاری برای ایجاد شغل در صنایع بغیر از فولاد مبارکه که به تنهایی 5% آب اصفهان را می‌بلعد؟ چنین سرمایه گذاری های پول می‌خواهد. به دست آوردن پول در شرایطی که یک ابرقدرت عزمش را برای تحریم و محاصره اقتصادی ایران جذب کرده دشوار است. تحریم‌های آمریکا شاید حل مشکل را سخت‌تر کند. اما آنگونه که خیلی از معترضان وضع موجود در ایران دریافته‌اند، آمریکا و تحریم‌هایش علت بحران آب در ایران نیست. به گفته مسئولانی که زنگ خطر را شنیدند، علت در سیاست‌های کوتاه بینانه است. شعارهای آرمانی و سوء مدیریت. افزایش تولیدات کشاورزی به بهای نابودی محیط زیسته. به بهای نابودی جنگل هاست. افتخار میکنیم رسیدیم به 120 میلیون واحد دامی. یعنی تولیدات دامیمون رو افزایش دادیم. ولی در ازایش مراتع رو فرسوده کردیم. خاک فرسایش پیدا کرده. خاک که فرسایش پیدا کرده آب باران نفوذ نکرده تو زمین. آب باران نفوذ نکرده تو زمین یعنی اینکه سفره‌های زیرزمینی ما تزریق کمتر شده. از اون ور با تکنولوژی که داریم هر چی دلمون خواسته از زیر زمین آب کشیدیم بیرون، کشاورزیمون رو توسعه دادیم و اینها گرفتار کرده ما را. شاید بارندگی‌های امروز در نقاط مختلف ایران از جمله اینجا در شاهین شهر اصفهان حس خوشسالی را کم کند. باران رحمت بله، ولی نه خیلی. ما در واقع در انتهای زمستان بیش از 50% کمبود بارش در سراسر کشور داشتیم که این تونست اینو به حدود 27-28% برسونیم. یعنی حدود 27% کمبود بارش به طور میانگی نسبت بلند مدت داریم. بحران آب ایران با این بارندگی ها حل نمی شود، مخصوصا در اصفهان که خبرنگار تلویزیون محلی را برای نشان دادن عمق بحران به پشت زاینده رود برد. ما الان دقیقاً پشت سد زاینده رود هستیم. فاصله ما تا تاج حدود 50 متره. این خط قرمز هم یعنی نقطه بحرانی سد. می‌بینید آب فاصله گرفته، پایین‌تر اومده. تقریباً 10% مخزن سد آب داریم و این یه تقریباً یه فاجعه هست. گویی خیلی‌ها در اصفهان تازه فهمیدن بحران جدی است. راستش رو بخوام، من خودم خیلی آب مصرف می‌کنم. ولی حالا اینجا رو که دیدم مثل اینکه باید یکم بیشتر رعایت کنم. نبود اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در کنار تصمیمات اشتباه در شرایطی بر ایران سایه افکنده که طبق این نقشه فشار کم آبی در 20 سال آینده بخش های وسیعی از ایران در مناطق خطرناک پررنگ قرمز قرار می گیرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. ویدا قهرمانی، هنرپیشه سینما، روز شنبه در 82 سالگی درگذشت. خانم قهرمانی یکی از پیشگامان صنعت سینما در ایران بود که بازیگری را از چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان آغاز کرد. او بعدها به همراه همسرش کافه کوچینی را راه انداخت که هر شب میزبان موسیقی زنده بود. گروه بلک کتس در این کافه پا گرفت و بسیاری از خوانندگان مشهور موسیقی پاپ ایران محصول فضایی هستند که این کافه در اختیار آنها گذاشته بود. سام فرزانه نگاهی کرده به زندگی او. اصفهان بلوز، نمایشی درباره یک هنرپیشه که با همسرش کافه‌ای با موسیقی زنده تأسیس می‌کنند. کافه‌ای که محل درخشش یکی از ستاره‌های موسیقی پاپ می‌شود. داستان زندگی ویدا قهرمانی، هنرپیشه سینما و یک پای تأسیس کافه کوچینی، جایی که گروه بلک کات، فرهاد، مارتیک، حسن شمایزاده ابی و شهرام از آنجا پا گرفتند. این نمایش 3 سال پیش با هنرنمایی خانم قهرمانی به کارگردانی دخترش تورنج به زبان انگلیسی در سان فرانسیسکوی آمریکا به روی صحنه رفت. تورنج 3 سال روی این داره کار میکنه، روی این نمایشنامه داره کار میکنه.
و یه مقدارش البته برگرفته از داستانایی است که من برای بچه‌هام تعریف می‌کردم و بقیه‌اش تخیلات خودشه و به اضافه مشاهدات خودش و تحقیقات خودش. خانم قهرمانی هنرپیشگی را از دوران دبیرستان آغاز کرد با فیلم چهارراه حوادث به کارگردانی ساموئل خاچیکیان. ما دویدیم به طرف همدیگه، ناصر منو بغل کرد و لبشو گذاشت رو لب منو. من فکر کردم اگر که من هیچ نوع مقاومتی بکنم فیلم خراب میشه، به هم میخوره. در نتیجه هیچ کاری نکردم تا ساموئل کات داد. وقتی کات داد تموم شد، من شروع کردم گریه کردن. اولین بوسه سینمایی ایران، دختری دبیرستانی یک طرف و طرف دیگرش ستاره‌ای به نام ناصر ملک مطیعی. همین بوسه ویدا قهرمانی را مجبور به ترک تحصیل کرد. وقتی مادر من رفته بود پلوی وزیر فرهنگ، وزیر فرهنگ بهش گفته بود از نظر ما هیچ اشکالی نداره، ولی والدین شاگردای دیگه، والدین دخترای دیگه اعتراض دارن به این جریان که دختر شما رفته یه همچین کاری کرده. مثل اینکه من بزهکار بودم، میدونی؟ فامیل در حدود 6-7 سال من رو بایکوت کرده بود، برای اینکه فکر میکردن که دختراشون از راه بدر میشن. او که با حمایت پدرش به سینما رفته بود، بعد از اون که به شهرت رسید مجبور به خانه نشینی هم شد. بعد که اون وقت مجبور شدم که توی خیابون نرم و تا توی خونه حبس بشم به دلیل تشویق‌های یدی ملت، تازه فهمیدم که پدر من چقدر پیشرو بوده. ویدا قهرمانی، فردین. سه تا فیلمی که با فردین بازی کرده بودم، در اغلب این سه تا فیلم فردین به رول شوهر منو بازی میکرد. بعد پسرم یه روز از کودکستان اومد، گفت مگه بابای من اسمش داوید نیست؟ گفتیم چرا. گفت چرا بچه‌ها به من میگن بابای تو اسمش فردینه؟ من دیدم که مغزشویی بچه من شروع شده و اون بلایی که سر من اومده نمیخوام سر بچه های من بیاد. دیگه من سینما رو گذاشتم کنار، دیگه ترک کردم، دیگه هم بازی نکردم. فرندم بگو سلام. هلو به فارسی سلام. سلام. سی سلام. سی سلام. نه سلام. در سالهای زندگی دور از ایران، خانم قهرمانی به بازیگری ادامه داد. از جمله در فیلم هزار سال نیایش خوب بازی کرد به کارگردانی وین ونگ، کارگردان هنگ‌کنگی. ویدا قهرمانی حمایت پدرش را برای هنرپیشگی داشت، اما این برای زنی در ایران سالهای دهه 30 کافی نبود که پا به چنین عرصه‌ای بگذارد و صدمه هم نبیند. او اما از مسیر زندگیش راضی بود. نه، من اصلا پشیمون نیستم. فکر میکنم الان اگر یه همچین موقعیتی پیش اومده بود در الان، بازم همون کار میکردم که روز اول کردم. هفته گذشته در بریتانیا نام نهادهای خیریه اعلام شد که برنده جایزه ملکه برای فعالیت‌های خیریه شدند. این جایزه از سال 2003 اعطا می‌شود. امسال انجمن افغانستان و آسیای میانه، یک نهاد خیریه که با پناهجویان افغانستان، آسیای میانه و خاورمیانه در لندن کار می‌کند، یکی از جوایز را برده است. جزئیات بیشتر از ضیا شهریار. فراگیری زبان فارسی از سوی نسل دوم مهاجرین در لندن. این کودکان هر شنبه اینجا در این کلاس ها جمع می شوند تا فارسی بیاموزند. کلاس هایی که از سوی انجمن افغانستان و آسیای میانه برگزار می شود تا کودکان ارتباط خود را با زبان مادریشان از دست ندهند. آموزش زبان فارسی برای دخترای من بسیار مهم است. وقتی میشه که ما سفر به تاجیکستان یا افغانستان میکنیم، من میخوام که یک طفل ما یک احساس بیگانگی در جامعه فارسی تاجیکستانی آغانه نکند. جوایز ملکه بریتانیا برای فعالیت‌های رضاکارانه هر ساله به نهادهای خیریه داده میشه که کارشان در سطح ملی بر زندگی دیگران تأثیر گذار بوده. رضاکاران انجمن افغانستان و آسیای میانه برای آموزش، مشاوره و حمایت از پناهندگان
این جایزه را دریافت کردند. ما بسیار امپورتن است از خاطر که ما کمک میتونم کنم مردمای که افغان هستم مستمره و ما میتونم کمک کنم که یک فیوچر بگیرن لگینو باشون ایزیر باشه که چیزایی که میخواین بگیرن و بر ما هم خوب است از خواهم با سی وی ما اد میشه یک ورک اکسپیرینس و بر ما فیوچر هم خوب است. I teach the year 7 to year 10. من کلاس های 7 تا 10 رو تدریس میکنم. به اونها انگلیسی و ریاضی درس میدم. مشقاشون رو کمک میکنم و چیزای نو بهشون آموزش میدم. این خیلی عالیه که به مردم کمک میکنم. بچه های افغان اینجا شدیداً به این کمک نیاز دارن. لندن یکی از بزرگترین شهرهای مهاجرپذیر در جهان است. به همین دلیل تعداد زیاد از نهادهای خیریه مشغول ارائه کمک و مشورت به ادغام پناهنده ها و مهاجرین در این شهر هستند. انجمن افغانستان و آسیای مرکزی یکی از این نهادها است که فعالیت های رضاکارانش مورد توجه ملکه بریتانیا قرار گرفته و مهمترین جایزه سلطنتی بریتانیا برای فعالیت های رضاکارانه را نصیب این نهاد کرده. انجمن افغانستان و آسیای میانه سالهاست با پناهندگان افغانستان، آسیای میانه و ایران در لندن مشغول کار است. کارهای ما تنها محدود به مردم افغانستان نیست. ما با شهروندان ایران، کشورهای آسیای میانه و از خاورمیانه هم کار میکنیم. این جایزه باعث میشه که اعتبار سازمان بیشتر شود و همچنان اهمیت سازمان هم بیشتر شود. روند ادغام پناهندگان در جوامع میزبان در محور توجه کشورهای اروپایی قرار دارد و کار سازمانهای مثل انجمن افغانستان و آسیای میانه در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار است. ضیا شهریار، بی بی سی، لندن. تاجیکستان تا 2 سال دیگر 5500 سالگی مجتمع باستانی سرزم را جشن خواهد گرفت. این یادگاری تاریخی و فرهنگی یکی از مهمترین اماکن قدیمی تاجیکستان است که در سال 2010 به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. بازیافت‌های باستانشناسی حاکی از آن است که سرزم یادگاری از تمدن 5500 ساله کشاورزی، شهرنشینی و هنرمندی در آسیای میانه است. خبرنگارمان سهراب ضیا به دیدن این مکان باستانی رفته. ملکه سرزم اثر کم نظیر است که در سرزم کشف شده و حالا در آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان محفوظ است. سرزم در 250 کیلومتری شمال غربی پایتخت تاجیکستان در حومه شهر پنجکین واقع است. در اینجا با عبدالرؤوف رضاقف دیدار کردم که بیش از 30 سال عمرش را صرف آموزش تاریخی سرزم کرده است. قبر ملکه سرزم سالهای 80 قرن 20 از حفره چهارم پیدا کرده شد. پژوهش تحقیق اثبات کرد که بانوی سرزم با جواهرات علی‌الخصوص سنگهای گرانبهای فیروزه، لاجورد، عقیق، طلا و نقره دفن کرده شده است. بخشی عمده سرزم هنوز زیر خاک است و تنها در 17 هکتار این مجتمع کاویش صورت گرفته. امارات مذهبی، معموری، راستای هنرمندی، خوندان های دوقبلی سفالپزی و اینجا خانه های استقامتی، انبار های برای نگذاشت غله پیدا کرده شدند که خیلی جالب هستند. قریب 20 نمود هنرهای مردمی در اینجا بود. سنگ تراشی، کلالگری، بافندگی، ریسندگی، چرمگری، زرگری، زرشویی بود. صنعت والای معماری بود. سرزم از شهرهای صنعتی و توسعه یافته سغد باستانی و مرکزی تولیدات قلب و برونز بوده است. کالاها از طریق کاروانها به شهرهای ساحلی دریای خزر، آسیای مرکزی و خاور میانه صادر می شدند. باستانشناسان هنوز به بسیاری از پرسش‌های خود در این مجتمع پاسخ نیافتند. از جمله اینکه چرا سرزم به شهر متروک تبدیل شد و ساکنانش چی نژاد و قومیت و مذهب و آیین های داشتند. در زیر این خرابه هایی که ما میبینیم یک گنج نهان است. کار ما برای آموزش تاریخ وطن اهمیت خیلی بزرگ دارد، زیرا ما تاریخ وطن خودمان را در اینجا کشاده ایستادیم. داستان سرزم از آنجا شروع شد که در پاییز سال 1976 اشورالی تایلانوف یک ساکن پنجکند اتفاقا از زیر خاک یک تبر برونزی پیدا کرد. سپس تحت رهبری عبدالله جان اسحاقوف با
باستانشناسی معروف عملیات حفاری در سرزم شروع شد. فرهنگستان علوم تاجیکستان اینجا پایگاه تأسیس داد. سرزم نخستین یادگاری تاریخی و فرهنگی تاجیکستان است که از 8 سال پیش در فهرست میراث جهانی یونسکو شامل شده است. با گفته باستانشناسان سرزم 5,500 سال قدمت دارد و آثاری یافت شده در اینجا به دوران عصری نوی سنگی متعلقند. هر سال صدها جهانگرد خارجی به سرزم می آیند که به عنوان پومپئی آسیای میانه شهرت دارد. دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است در سال 2020 از 5,500 سالگرد سرزم تجلیل کند. تو اگر تاریخ و فرهنگ گذشتگان خود را ندانید، آینده خود را ساختن بسیار دشوار است. اعلان گردیدن تجلیل این جشن برای تمام مردم تاجیک یک افتخار است، زیرا این از تمدن شهرسازی، کشاورزی و هنرمندی ملت تاجیک درک می‌دهد. در این شهری باستانی بس رازهای تاریخ نهفته، از جمله سرنوشت غم‌انگیز این زن که ملکه سرزم شناخته شده و در سین جوانی سر به بالین خاک نهاده. سهراب ضیا، بی بی سی، منطقه باستانی سرزم در شمال تاجیکستان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.